262 سلام، ببخشید که خیلی منتظر بودیم. سلام، صبحتون بخیر. ببخشید من یکم حالم خوش نیست و ممکنه بد حرف بزنم، ولی سلام میکنم. نه صدات خیلی خوب شده، صدات خیلی سکسی شده. اتفاقا من گفتم این 262 نیست. ممنونم. راستش من میخواستم در مورد یه چیز دیگه حرف بزنم، ولی خب وقتی که گفتگوتون رو دیدم در مورد این که زبان فارسی که گفتیم واژه بهش اضافه بشه از سایر زبان ها، میخواستم اینم یه جمله بگم. اینکه یه زبون از سایر زبان ها واژه بگیره خیلی خوبه، اتفاقا بد که نیست، خیلی هم خوبه تا میتونه واژه بگیره. ولی به نظر من، حالا این البته زبانشناس نیستم، ولی فکر میکنم اینجوری باشه، قواعد خود زبون رو به هم نریزه. یعنی مثلا شما توی فارسی وقتی واژه میگیرید از عربی، مثلا خیلی از تنوین عربی رو، مثلا ما میگیم دلن، تلفنن، نمیدونم، قواعد خود زبان رو به هم نریزه. و حالا اگرم کمتر بگیری، یه خوبی داره این که شما مثلا الان من ایرانی مثلا وقتی شاهنامه رو باز میکنم تا حد زیادیشو میتونم بخونم. یعنی اگر 1000 سال پیش یک کتاب به فارسی نوشته میشد، من میتونستم خیلی راحت بخونم. این خوبه که ما بتونیم کتابهای خیلی وقت پیشمون رو بتونیم بخونیم بدون اینکه هی نیاز داشته باشیم بریم توی دیکشنری بگردیم که در واقع این معنی این واژه چیه. یعنی وقتی واژه کم بگیره این اتفاق میفته. و اگرم قواعد زبانمون به هم نریزه، قواعد زبان، یا اگر هم مثلا قواعد به هم، یه گرامر جدید رو اضافه میکنیم به زبان فارسی، واقعا اضافه کنیم، اینجور نباشه که بعضی وقتا ازش استفاده کنیم بعضی وقتا نه، بکن کنارش بذاریم. مثلا مثل ایت عربی، خب اگه ما قرار بگیریمش این گرامر رو، مثلا نگیم خوبیت بعد مثلا زشتیت معنی نده، یا بگیریم یا نگیریم گرامر، اینجور نباشه که زبانمون رو به هم بریزیم، قواعد زبانمون دچار مشکل بشه. خب 262، من به نظرم اینجوری ما نمیتونیم تعیین بکنیم. اینجوری زبان به طور ارگانیک به فارسی چی میشه؟ کسی به من بگه. به طور خودی عوض میشه. یعنی اینجوری کسی نیست که مردم چند نفر بشنن تعیین کنن اینو ما عوض بکنیم، اونو عوض نکنیم. این یعنی چیزی که کاربرد داره، بدون که کسی بخواد بیاد اینو کنترل بکنه یا تنظیم بکنه یا تصمیم بگیره که زبان به کجا بره، از کاربرد یه چیزی که راحت تر بشه، منظور رو برسونه، مردم بیشتر باهاش حال بکنن، به طور اتوماتیک خودش رواج پیدا میکنه. یعنی زبان خیلی با دستکاری، البته بعضی موقع تو طول تاریخ داریم که یک کشوری تونستن خودشون، یه دولت بیاد مثلا به زور یه زبان رو به یه طرف ببره، یا مثلا اسرائیل خیلی تونست انجام بده اتفاقا، ولی آتاتورک هم بود. ولی اکثر موقع ها من خودم فکر میکنم که بذارین خودش به هر جا میره بره. یعنی کسی نمیتونه بیاد اگه چیزی کاربرد داره، خب مردم خودشون میتونن تشخیص بدن و خودش به طور اتوماتیک مثل تکامل تو حیوانات هست. خب اگه یک ویژگی کاربرد داشته باشه تو طبیعت، خودش بیشتر اون ژنی که باعث اون ژن‌هایی که باعث اون ویژگی میشن، خودشون به طور اتوماتیک رواج پیدا میکنن. تو تکامل زمان هم همونه. تکامل زمان اگه یک کلمه قشنگ بود یا کاربرد داشت، راحت تر بود منظور فرستادن و بیشتر کاربرد داشت توی منطقه، خودش به طور خودی عوض میشه. نظر چی؟ راستش من منظورم این بود که اینجوری بگم، مثلا ما توی فهم عربی رو گرفتیم، واژه فهمه تو عربی گرفتیم، با اومدیم گفتیم توی فارسی من میفهمم، نگفتیم. ولی خب مثلا توی این دوران کنونی، این چند ساله جمهوری اسلامی، از این واژه مثلا ما استفهام کردیم، تفهیم کردیم، مفهوم شد. انقدر این رو دوباره به عربی شده شو برمیگردونید توی فارسی و دیگه نمیدونید یه جایی شما دارید فارسی حرف میزنید یا عربی حرف میزنید. یعنی منظورم این بود که وقتی که شاید یه واژه بالاخره زبان بتونه خودش جلو بره در مورد حرف تو، نظر من این بود که اونجوری خودمون فکر کنیم بهش که چطوری واژه رو بگیریم. بالاخره ما هم دولت داریم، هم فرهنگ سرا داریم، هم اندیشمندانی داریم، هم ادیبانی داریم که میتونن به این فکر کنن که چطور یه واژه گرفته بشه. و مثلا فرض کنید شما اگه مثلا توی شعر رودکی یا شعر فردوسی بعضی واژه عربی رو میگیرید که قشنگ چرخونده این واژه رو و فارسی کرده،
و بعد با فارسی استفاده میکنه. حالا شاید ریشه لغت عربی باشه یا برعکس، حتی شما توی مثلا قرآن خیلی واژه ها رو میبینید فارسیه، مثلا قربان، هم قربان کورپان بوده، یا مثلا مثل زمهریر از زم زمستان ما گرفته شده. اینجور چیزها نیاز نیست که بگیم حتما شما باید واژه نگیری، واژه بگیرید، ولی یک بزرگانی که توی اون هیته اون زبان کار میکنن یا اون واژه رو بچرخونن به نحوی که فارسی بشه. مثلا به این مثال بگم، حالا بگذاریم از این بحث، اگه فکر میشون من خیلی اندیشمند این حوزم نه چیزی، فقط خواستم نظرم بگم. من میگم بذارین مردم هر جور دوستان از هر کلمه استفاده کنن خودش عوض بشه، کسی نمیخواد، بزرگانی لازم نیست بیان بگن مردم این کلمه رو استفاده کنین، اینو استفاده نکنین، بکنین هر چی میخواد بکنین دیگه، بذارین مردم اون چیزی که دارن میشناسن و راحتن و بذارن با همون برن جلو. خب مثلا این نمیدونم، مثلا بعضی میگن نگین هلیکوپتر بگین بالگرد، درسته؟ می ما اگه بخوام این حساسیت نشون بدم اصلا فارسی نباید بگیم، فارسی خودش عربیه. درسته؟ فارسی خودش، فارسی خودش عربیه، برای اینکه پارسی بود، پی نداشتن عربا شد فارسی. یعنی آره، یعنی اصلا ببینیم ما اگه بخوام همه کلمات عربی رو جدا کنیم، مثلا نمیتونیم بگیم واقعی، ما نمیتونیم بگیم از اعضا، ما نمیتونیم، دارم میخونم هیچ کدوم از اینا نمیتونم بگم. یعنی اصلا فرض کن ما بخوایم همه کلمه عربی رو از زبان فارسی برداریم، اصلا چه دردسری میشه؟ فرض کن هر کسی بخواد یه جمله بگه، بعد یه بشینه کلی فکر کنه که خب اینو من جاش چی بگم، اینو من جاش بگم. حالا عربی رو مگه بخوایم برداریم؟ چرا کلمه‌ای که از مثلا هند و زبان انگلیسی اینا هم اومده اونا رو یکی یکی باید کامپیوتر نباید، چرا فقط عربی رو برداریم؟ چرا انگلیسی رو برنداریم؟ ها پس عرب ستیزی دیگه، بعد انگلیسی هم پس نمیتونیم بگیم کامپیوتر. یعنی باید بشینیم هر کسی بخواد یه جمله بگه باید بشینه نیم ساعت فکر کنه همه معادلای فارسیشو یکی یکی پیدا کنه بعد بشه حرف بزنه. خب این چه کاری؟ پدرمون در میاد.